صدایی که از آسمونا میاد، ندایی که عشق و محبت داره، میگه اون کسی از همه بهتره که بیشتر با مردم صداقت داره. باید متصل شه دلامون به هم، مبادا که کینه توشون جا بشه. دلامون مثل پنجره است و باید همیشه به رو هم دیگه وا بشه. مبادا فراموش کنی مهدی رو که ما از همون ابتدا بسته ایم. برامون مهم باشه تو زندگی قراری رو که با خدا بسته ایم. نه تو جمع دوستانه که پشت سر، که ای بامونو تو گوشه هم بگیم، واسه این که نزدیک بشه دلامون واسه هم دیگه مثل آینه بشین. نه تو جمع دوستانه که پشت سر، که ای بامونو تو گوشه هم بگیم، واسه این که نزدیک بشه دلامون واسه هم دیگه مثل آینه بشین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام، به برنامه پنجره خوش اومدین. از اینکه یه بار دیگه منت گذاشتین سر ما و وقت با ارزشتون رو صرف برنامه ما میکنید، خیلی ازتون سپاسگزاریم. امروز داشتم قرآن میخوندم، یه آیه از سوره قرآن منو بی اختیار یاد حرفای پدر بزرگم انداخت. اما خداوند در سوره فکر میکنم مریم بود، درسته، سوره مریم، خطاب به زکریا و حضرت زکریا میفرمایند برای اینکه دعاهات استجاب بشه 3 روز روزه سکوت بگیر. بله، سکوت. یه کلمه خیلی ساده اما پر از راز و مفهوم. حرفای پدر بزرگم هیچ موقع یادم نمیره. میگه اگه بخوای توی زندگیت موفق باشی خیلی از موارد باید سکوت کنی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض بکنم خدمت تمام دوستای گلم. بحث جالبی رو انتخاب کردی امین. ممنونم. آرش شد جوون خردمند و باهوشی بود که از کمالات اخلاقی و علمی هیچی کم نداشت. همیشه هم توی مجالس بزرگان و اندیشمندان شرکت میکرد، ولی هیچ وقت لب به سخن باز نمیکرد. تا اینکه پدرش خیلی ناراحت میشه و یه روز با حالت عصبانیت از پسرش میپرسه که چرا همیشه توی مجلس ساکتی و حرف نمیزنی؟ و پسر جواب میده به خاطر اینکه میترسم یه وقتی از من سوال بکنن و من نتونم جوابشونو بدم و در نهایت باعث آبروریزی بشه. اما امام صادق علیه السلام در این باره میفرمایند خداوند سکوت را مایه حفظ آبروی جاهل و زینت عالم قرار داده. دقت کردی امیر؟ آدم ها وقتی حرفی برای گفتن ندارن سکوت میکنن. بله. مثل امیر نمیدونی چقدر دستش هرس میخورن. صدا از دل این لیوان در میاد، از اون در نمیاد. به قول بابا بزرگم دیوارو که میبینی اونم میبینی. نه ببین آخه چه معنی داره سکوت تا این حد؟ تازه مثلا بهش سوال میپرسیم باش حرف میزنیم فقط هم با حرکت سر جواب میده. نمیشه که اینطوری. اصلا یکی بیاد دو جمع اینو ببینه فکر میکنه لاله. به قول بابا بزرگم نرود میخوانن آهنین در سنگ. اینقدر باهاش حرف زدم ولی زیر بار نمیره که. تازه یه چیزی هم بهش طلبکار میشی یا عصبانی میشه، پا میشه بهم میگه چقدر حرف میزنی بسته دیگه. نمیدونی همین خیلی اخلاقش بده، اصلا حرف نمیزنه. ببینی تو رو خدا چه دوره ای شده، اصلا خوبی با آدم ها نیومده. خب ولی همین برعکسش، من به قول بچه ها نقل مجلسم، از هر دری که بگی براشون اظهار نظر میکنم. میگن حرفای من براشون جذابیت داره. اصلا آه. نمیدونی خب بچه ها دیگه چی میگن؟ بابا خودشون میگن حرفای من خستگی رو از تنشون در میاره. موقعی که خستن حالشون گرفته اصلا شارج میشن با من که حرف میزنن و من دو جمعشونم. به قول یکی از بچه‌ها میگه من و امیر رو با هم بندازن تو مخلوط کن، یه ذره رفتار و اخلاقامون با هم مخلوط بشه، قاطی شه. بعد نه مثل من که اصلا، نه مثل اون، قاطی کردم، نه مثل اون که اصلا حرف نمیزنه، نه مثل من عمون به کسی نمیدم حرف بزنه. تو هم که شدی مثل امیر، خب یه چیزی بگو. آخه مرد حسابی، من یه تو مهلت میدی آدم حرف بزنه؟ من یه ساعت وایسادم اینجا همینطور داری پشت سرم حرف میزنی؟ والا تا شلوغش نکن. یعنی چه شلوغش نکن؟ آدمایی مثل تو مهلت نمیدن کسی حرف بزنه. من از شما معذرت میخوام. بریم یه قسمت از برنامه رو ببینیم، برمیگردیم فکر. من چی گفتم اینقدر؟
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند عالم باشی یا جاهل، خاموشی را برگزین تا بردبار به شما رایی، زیرا خاموشی نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است. چیه؟ چرا ساکتی؟ ببینم این دوستیمون جای خود داره، ولی اجازه نمیدم من توهین کنی. اولا من توهین نکردم، دوما چطور اجازه میدی با پر حرفیات به دیگران توهین بکنی؟ وقت کی خودت توهین بکنی؟ اون وقت از کی تا حالا پر حقیقت شده پر حرفی؟ عزیزم تو حرفا چه درست باشه چه نباشه باید کمتر صحبت بکنی. همین کم سخنی و خاموشی نشونه کمال عقل خودش. دست درد نکنه، دست درد نکنه، یعنی من کم عقلم دیگه؟ ببین دوست عزیز، آدم باید به جا و به موقع حرف بزنه. بعضی از جوانا فکر میکنن اگر یه جای خیلی پر حرفی بکنن دیگه کسی اونا رو دست کم نمیگیره، یا یعنی اینکه فکر میکنن بعضی با این پر حرفیه میتونن یه خودی نشون بدن و میتونن خودشونو به بقیه ثابت بکنن، ولی برعکس، این پر حرفیه باعث میشه که دیگران از دستشون کلافه بشن و هیچ سودی براشون نداره. دست در نکنه، یعنی میگیم لال بشیم و هیچ چی نگیم دیگه؟ مگه چه این چیزی اصلا ممکنه امین؟ چرا اتفاقا انقدر که به اهمیت و ارزش سکوت و خاموشی بها داده شده و تاکید شده به سخنوری چندان اهمیتی داده نشده؟ تا جایی که حتی میگن حرفایی که بهشون اطمینان داری و درسته رو زیاد بازگو نکنی. آخه چرا وقتی میخوای حقیقت رو بگی سکوت دیگه معنا نداره؟ ببین بعضی از حرف و حقایق رو نمیشه گفت، مثلا یه نمونش در مورد راز صدق میکنه. شما میتونی رازتو به هر کسی بگی؟ خب مشخصه نمیشه گفت، حالا هم میتونه شخصی و دنیوی باشه هم میتونه معنوی و معرفتی باشه. میدونی چی همی؟ من فکر میکردم همیشه سکوت رو باید در محضر بزرگان رعایت بکنی تا مثلا عیب ها و کاستی هامون پوشیده بمونه. نمیدونستم این باید همه جا، این همه جا مهمه. چطور میتونیم آخه سکوت رو در خودمون پرورش بدیم امین؟ با پنجره همراه ما باش امین. میدونی سلام، به آیتم آیا میدانید خوش آمدید. آیا میدانستید که سریع‌ترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت 200 کیلومتر در ساعت پرواز کند؟ آیا میدانستید که 1300 کره زمین در سیاره مشتری جای میگیرد؟ آیا میدانید طول رگ‌های انسان به 560 هزار کیلومتر میرسد؟ با ما همراه باشید. آرش خان، به نظر شما اگر آدم عاقل یه هدفی ببینه اشتباهه، کلا یه کاری ببینه به ضررش باشه، بازم میره دنبالش رو انجامش بده؟ البته که نه. به قول بابا بزرگم برو سر راستم. چی میخوای بگی؟ خب علم و آگاهی به مضرات زبان باعث میشه تا آدم در این دروازه زبان، یعنی دهانشو با احتیاط باز کنه. و در روایات هم داریم که زبان دقیقا مثل یک حیوان درنده است که دائما بین اون حمله میکنه. آها، پس بگو چرا به بعضی ها میگن زبونت مثل نیش مار تند و گزنده است؟ غیبت و تهمت، دروغ و افشای راز، ناسزا گفتن و بدزبانی، همه اینا جز اون مضراته. تازه حتی این مضرات میتونه به آدم خیلی ضربه های بزرگی. پس انسان با سکوت میتونه جلوی لغزش و گناهانش رو بگیره. بله درسته. منو بگو راجع به امیر چه حرفا، چه چیزایی گفتم، چه فکرهایی کردم. امیدوارم واقعا پشیمون باشی. حالا امیر چطور میتونیم این سکوت کردن رو یاد بگیریم؟ سکوت کردن خودش یه هنره و هر کسی نمیتونه این هنر رو در خودش تربیت کنه. ولی به نظر من بحثو به میز کارشناسی بکشیم. بفرمایید. شما هم بفرمایید.
سلام. خیلی خوشم زنده باشید، در خدمتتون هستیم، خدا حفظتون کنه. برنامه امروز ما در مورد سکوته. نظر شما در مورد سکوت چیه آقای دکتر شاهدی؟ خب اجازه بفرمایید که من یک سلامی بکنم به دوستان. البته خب موضوع رو که ما میدونستیم ولی برای دوستان هم گفتید. دوستای خوبم، عرض سلام و ادب دارم خدمتون. امیدوارم که یک برنامه دیگه ما رو تحمل کنید و چند لحظه مهمان ما باشید. خب دوستان، سوال رو پی میگیریم. بله. فرمودید که در رابطه با سکوت. ببینید دوستان، شاید مهمترین قدرتی که خداوند به انسان داده قدرت نطق و بیانه. بله. اصلا تفاوت انسان با موجودات دیگه، با حیوانات دیگه، در همین قدرت بیانش هست. ولی در روایات اسلامی زیاد داریم در رابطه با آفات زبان و اینکه انسان برای اینکه از آفات زبان در امان باشه بهتره که سکوت کنه. سر سبز میدهد بر باد. اما واقع مطلب اینه که همه جا هم نباید سکوت کرد. حالا البته انشالله بهش میپردازیم. ولی اونی که اهل بیت و بزرگان دین ما گفتن بیشتر برای جلوگیری از هرزگویی ها و بیهودگویی ها و بی‌احترامی ها، چون که خود بیهودگویی اصلا قساوت قلب میاره. برای اینکه بالاخره ما وقتمون رو هدر ندیم، عمرمون رو هدر ندیم، خدای نکره گناهان دیگران رو باعث نشیم، عیب‌جویی کردن و نمیدونم غیبت و تهمت و مسائلی از این قبیل، نه همه به واسطه کلام و زبان میتونه باشه، اما بیان میتونه تأثیر بسیار مثبتی هم بر انسانهایی داشته باشه. حتن. چه بسا انسانهایی بودن با یک نصیحت، با یک کلام خوب، با یک تشویق زبانی اصلا سرنوشتشون عوض شده، که حالا چون فرصت نیست من به این مقوله نمیپردازم. اگر خدا فرصتی داد تو برنامه های دیگه انشالله شاید به این مطالب اشاراتی داشته باشیم. پس بنابراین زبان یکی از قوی ترین ابزاری هست که خدا به انسان داده. بله. و به خاطر همین قدرتشه که هم قدرت تخریب فراوان داره و هم قدرت سازندگی فراوان، ولی باید مواظب باشیم. حتما همینطوره. جناب دکتر شهیدی، فواید سکوت کردن چیه؟ چه فوایدی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟ در رابطه با سکوت، من واقع مطلب به نظرم آمد یک حدیث از امام صادق رو خدمت دوستان ارائه بدم که البته یه مقدار مفصل، ولی باز هم به مناسبت وقت سعی میکنیم که به بعضی از مسائلش بپردازیم. یکی این که آقای امام صادق میفرماید صمت و خاموشی طریقه اهل تفکر و تعقله، افرادی که به آثار گذشتگان، در آثار گذشتگان دقت میکنن و از اونها درس میگیرن. خود امیرالمومنین هم البته به مناسبتی سلام الله علیه میفرماید که به فرزندشون میفرماید در آثار گذشتگان دقت کن و از اون درس بگیر. حالا آقای امام صادق میفرماید یکی از علائم افرادی که اهل تفکر در آثار گذشتگان هستن و درس میگیرن خود سکوته. حالا البته شرحش بسیار مفصله، من فکر کنم به همین مقدار بسنده کنیم. مطلب بعدی، حضرت میفرمایند سکوت کلید هر گونه راحتی و آسایش در دنیا و آخرته. به قول شاعر میگه نگفته ندارد کسی با تو کار، ولی کن چو گفتی دلیلش بیار. تا وقتی که انسان ساکته، مطلبی نگفته، کسی هم کار به کارش نداره. ولی گاهی یک کلمه انسان میگه، باز به فرمایش اهل بیت میفرمان رب کلمت، یعنی گاهی یک کلمه سلبت نعمه و جلبت نقمه، نعمتی رو از انسان میگیره و نقمتی رو برای انسان میاره. اینه که خیلی آدم باید مواظب زبانش باشه. ولذا حضرت میفرماید که کلید هر گونه راحتی و آسایش در دنیا و آخرت. دنیا که معلوم، شما ممکنه با یک کلمه خدای نکرده عزیزی رو برنجونید، کسی رو باعث آزارش بشید، ولی در آخرت هم معلومه جون انسان رو بازخواست میکنن به خاطر اینکه چرا چنین صحبتی کردی، چرا اذیت کردی، چرا غیبت کردی و الی آخر. آمر سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. بله. در مطلب بعد حضرت میفرمایند که باعث سبک شدن حساب روز قیامت، یعنی سکوت باعث میشه که حساب انسان در روز قیامت سبک باشه. چرا؟ چون ما اعتقادمون این هست که هر کلمه‌ای که انسان میگه این کلام رو مینویسن، و اگر انسان به جا سخن نگه، همون بحثی که ابتدا خدمتتون عرض کردم، یعنی حساب شده نباشه، بیهوده گویی کنه،
هرزگویی کنه، اینها خب همه نوشته میشه و به قول آقایون علما نامه اعمال انسان رو سنگین میکنه. ولذا حضرت میفرماید اگر انسان سکوت بکنه باعث سبک شدن نامه عملش میشه در روز قیامت، راحت تره. خب مطلب بعدی حضرت میفرماید سکوت وسیله محفوظ ماندن از خطاها و لغزش هاست. عرض کردیم خب مشخصه دیگه، انسان وقتی صحبت میکنه به هر حال اگر اشتباهی بگه، مشکلی به وجود بیاد، حالا آقا اون میگه نمیدونم بیا روبرو کنیم اون مشکل، مسائلی که دیگه بله. میدونیم دیگه بر اثر گفتگوها مخصوصا حالا در قشر خانم های محترم که ممکنه واقعا این مسائل بیشتر باشه، بیشتر باید رعایت کنن. و اما مطلب بعدی حضرت میفرمایند سکوت زینت عالمان و ساتر جاهلان است. عالم با همه علمش بله. تا وقتی بله. که سکوت کنه این برای او زینتی است و به اون ضرب المثل معروف که میگه اگر کلام از نقره باشه سکوت قطعا از طلا خواهد بود. قطعاً. سکوت ارزشمندتره. پس بنابراین زینت عالمه، کسی که عالمه وقتی که ساکت میشه این زینت اوست، اما کسی که جاهله وقتی که سکوت میکنه این او رو محفوظ میکنه، ستر میکنه، عیبش رو میپوشونه، باعث نمیشه که همه بدونن که مثلا این انسان فرض بفرمایید آدم اینجوریه، مثلا حالا سبک مغزیه یا جاهله یا الاخر. حضرت میفرماید سکوت وسیله ریاضت نفس. یکی از چیزهایی که خیلی ما میتونیم به این وسیله حتی اراده خودمون رو قوی کنیم همین مسئله سکوته. توی جمعی نشستیم یه مطلبی عنوان میشه، ما خیلی دلمون میخواد یه اظهار نظری بکنیم، واقعا تمرین کنیم جلوی خودمون رو بگیریم به این وسیله، این خودش یه نوع ریاضته، خودش یک نوع تقویت اراده است. و همچنین حضرت میفرمایند سکوت سبب زیادی عقل و تدبیر انسان میشه. یعنی انسانی که عاقله وقتی سکوت کنه خیلی راحته. ببینید انسان وقتی تا وقتی که ساکته کلام در قدرت اوست، در نطاق اوست، در کنترل اوست، ولی وقتی صحبت میکنه یه جورایی دیگه خودش رو میسپره دست این کلام و دست این سخن و به هر حال ممکنه خیلی راحت مشکل برای خودش به وجود بیاره. سکوت کردن چه موقعی تو چه مکانهایی جایز نیست؟ واقع مطلب اینه که شو میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. شاید یکی از مهمترین مواردش بحث امر به معروف و نهی از منکر باشه. البته خود امر به معروف و نهی از منکر بحث بسیار مستقل و جداگانه است، ولی گاهی من میبینم واقعا همین بحثی که عرض میکنم داره طرف میره میفته خدای نکرده توی یه چاله با یک به قول معروف صحبت، حالا چال این میتونه مسئله نمادین باشه که من عرض بکنم، یک جوانی خدایی نکرده دوست نابابی داره، خدایی نکرده با افرادی میره که ممکنه شما مثلا شناخت داری میدونی، اگر بهش تذکر ندی ممکنه کارش کشیده بشه به انحرافات اعتقادی، انحرافات عقائدی، یا خدایی نکرده اعتیاد و مسائلی از این قبیل. گاهی نیازه که من به عنوان یک دوست، به عنوان حالا هر کسی که تأثیرگذار به خصوص اگر هستم، به این جوان، به دوستم، به این فامیلم، این نزدیکم تذکر بدم. گاهی از ساکت و عن الحق شیطانون اخرس، بعضی وقتا یک مسئله حقیه، من هم اون رو میدونم، اگر ساکت بشم و باعث بشم حقی از بین بره، اینجا روایت داره که اصلا تو یک شیطانی هستی که بله. لالی و گنگی، یعنی اینقدر به قول معروف نکوهش شده، جایی که من میتونم جلوی ظلمی رو بگیرم، جلوی ناحقی رو بگیرم، باید سکوتم رو بشکنم. اتفاقا این در مورد خودمون هم هست، گاهی انسان خودش مورد ظلم واقع میشه، اینجا دیگه سکوت جایز نیست. اتفاقا روایت داریم که خدا مظلوم رو همونقدر که ظالم رو خدا ازش تنفر داره از مظلوم هم خوشش نمیاد، مظلومی که ظلم رو بپذیره. البته و یک البته موارد مختلفی هست، حالا من فقط مصادیقش رو دارم خدمتتون گفتم. یکی از مواردی که سکوت جایز نیست میتونه در یک موردی باشه که من علم دارم به مطلبی و ممکنه میتونم بیان کنم و این بیان علم من، دانستن من راجع به اون بیان، راجع به اون موضوع و اون قضیه کمک میکنه به شخص دیگری. مثلا انسانی اومده میخواد دخترش رو به قول معروف شوهر بده، اومده داره از من
میپرسه که آقا نظر شما راجع به این فامیل، این دوست، این فلانی که شما از همسایه هر کی شناخت داری ازش، و واقعا من شناخت دارم، اگر عیبی داره و نگم به این وسیله، این سکوت اصلا جایز نیست، او رو براش مشکل به وجود میارن. خب این همه تعریف کردیم از سکوت، حالا این سکوت رو چطور میتونیم، سکوت خاموشی و درون خودمون تقویت کنیم؟ واقع مطلب این هم یک نوع تقویت اراده میخواد. حالا با توجه به اینکه میفرمان وقت تموم شده، ببینید یکی از راه های راحتش اینه، چون قدیمن که تو جریان حضرت مسیح و حضرت مریم که اصلا خدا اشاره میکنه به حضرت مریم که بگو من ساکت، بگو من روزه هستم، و معلوم میشه که سکوت اون موقع خودش یک نوع روزه سکوت هم بوده. حالا یک نوع میتونیم روزه سکوت بگیریم، یعنی به این وسیله خودمون رو، ارادمون رو قوی کنیم، یا اینکه نه تعهد کنیم فلان روز فلان ساعت من صحبت نمیکنم و اگر صحبت کردم خودم رو جریمه میکنم. حالا به یه وسیله، و به این وسیله کم کم باعث بشیم که ضمیر ناخودآگاه ما به اون اعتمادی برسه که کلام ما و نطق ما در کنترل و در زمام خودمون باشه. بله، خیلی ممنون. بله. یه نتیجه گیری کلی بفرمایید. پس یه نتیجه گیری کلی، نطق و بیان از قدرت‌های الهی هست که قدرت فوق‌العاده‌ای داره، و همین قدرت فوق‌العاده‌اش میتونه مخرب باشه، خدایی نکرده، یا بتونه مثبت در زمینه مثبت به کار گرفته بشه. عرض کردیم سکوت اینطور هم نیست که همه جا بد باشه. بله. در بیهوده گویی ها، در جایی که به هر حال ممکنه خدای نکره باعث غیبت، تهمت، مشکل، عیب جویی، اینطور مسائل، خب قطعا ما اگر ساکت باشیم بهتره. و عرض کردیم برای تقویت سکوت میتونیم از روزه سکوت یا تعهدی که با خودمون انجام میدیم و در ازای شکستن این تعهد جریمه هایی که برای خودمون قرار میدیم، میتونیم ارادمون رو قوی کنیم و به این وسیله به سکوت برسیم. و عرض کردیم یکی از مواردی که سکوت جایز نیست وقتیه که حقی ناحق بشه، یا در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، و یا اینکه در رابطه با سوال هایی که از ما میشه و ما میتونیم به وسیله اون علمی که داریم، اون دانسته‌ای که داریم، این عزیزی رو که از ما سوال کرده بهش کمک کنیم. فکر میکنم حالا اینطوری خیر الامور با قلل و زد. زنده باشید. آدم باید بیشتر شنونده باشه تا گوینده. شنیدن دقیقا نقطه مقابل خاموشیه. وقتی ما گوش میدیم، این به این معنیه که تمرکز خیلی بیشتری روی شنیده هامون داریم، اون وقت میتونیم تصمیم بهتری بگیریم. با بخش های بعدی برنامه با ما همراه باشید و ما رو تنها نگذارید. خیلی ممنون. به آیتم تکنولوژی خوش اومدید. با آخرین خبرهای دنیای فناوری و اطلاعات در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که در قسمت‌های قبل خدمتتون گفته بودیم، ویندوز 7 به عنوان پرطرفدارترین و پرکاربردترین سیستم عامل دنیا شناخته میشه و بیش از نیمی از کاربران دنیا رو به خودش اختصاص داده. بعد از اون در رتبه دوم ویندوز 10 قرار داره و برخلاف انتظار خیلی از افراد، ویندوز XP به عنوان یک سیستم عاملی که 15 سال از تولیدش میگذره و از طرفی هم مایکروسافت بیش از 2 ساله که دیگه هیچ آپدیتی برای اون منتشر نکرده، در رتبه سوم پرکاربردترین سیستم عامل‌های دنیا داره خودنمایی میکنه. اما خبرهای جدید حاکی از اونه که داره روز به روز به تعداد کاربران ویندوز 10 اضافه میشه، و همونطور که شاهد هستیم کاربران ویندوز 7 و ویندوز XP میل به این دارن که به صورت رایگان ویندوز 10 رو دانلود و آپدیت بکنن. و این رو باید در نظر داشته باشیم که کمپانی مایکروسافت بعد از اینکه متوجه شد ویندوزهای 8 و 8.1 نتونستند طرفداران رو در حد ویندوز 7 اقناع بکنند، مدعیه که ویندوز 10 حرفهای جدیدی رو برای گفتن داره. با ما همراه باشید. از اینکه در تکنولوژی با ما همراه هستید بسیار خوشحالیم. خیلی از ما در منزل یا محل کارمون از اینترنت وای فای استفاده می‌کنیم.
اما مشکل از اینجا شروع میشه که گاهی اوقات اگر زمانی مهمونی به منزل یا محل کار ما تشریف بیاره، به محض اینکه وارد خونه ما میشه یا محل کارمون، لیست وایفای تلفن همراهش رو چک میکنه و هنوز احوال پرسیش با ما کامل نشده که از ما رمز وایفای رو میپرسه. خب یه مقداری سخته و بعد از مدتی متوجه میشیم که این مهمونهای ما هستند که دارن از اینترنت ما بیشتر از خودمون استفاده میکنن. از طرفی هم گاهی اوقات افرادی با نرم افزارهای هک رمز وایفای حجم دانلود و ترافیک ما رو تموم میکنن که اصطلاحا به اونها دزدهای حجم اینترنت میگیم. راه حل های متفاوتی وجود داره. اینکه حداقل ما بتونیم رمز تقریبا سخت و چند کارکتری رو که متشکل از عدد، حرف و علامات هست رو برای وایفای خودمون انتخاب کنیم. راه دوم اینه که از مک آدرس ها استفاده کنیم، یعنی مک آدرس یا آدرس خاص تلفن های همراه تبلت هایی رو که برای ما مهم هستن و ما اونها رو میشناسیم در لیست 10 تایی یا 20 تایی مودممون ثبت کنیم تا اونها فقط بتونن از اینترنت ما استفاده بکنن. اما وایفای های هوشمند که به تازگی در آمریکا وارد بازار شدن، پای خودشون رو فراتر گذاشتن. وایفای های هوشمند به صورت پیشفرض هیدن هستن، یعنی کاملا مخفیان و فقط در لیست وایفای کسانی میان که ما از قبل اونها رو انتخاب کردیم. اینجوری میتونیم خیالمون راحت باشه که دیگه اصلا افرادی که نمیخوایم متوجه نمیشن که ما اینترنت وایفای در منزل یا محل کارمون داریم یا نه. در آیتم های بعدی هم با ما همراه باشید. همچنان افتخار داریم که در برنامه تکنولوژی در خدمت شما عزیزان باشیم. دوستان، همونطور که میدونید کمپانی های بزرگ دنیای تکنولوژی و فناوری محصولات متفاوتی رو تولید میکنن و اکثر اونها ما رو به روش های مختلف ترغیب میکنن که در زمینه های مختلف از محصولات اونها استفاده کنیم، چرا که اونها امکانات خاصی رو فقط مخصوص روابط بین محصولات خاص خودشون برای ما اختصاص میدن. به عنوان مثال سامسونگ همچین مسئله رو بین تلفن‌های همراه و تلویزیون داره، یا مثلا ارتباط خاص و یه جورایی عجیب و خارق العاده بین محصولات مختلف اپل وجود داره، اپل واچ یا آیپد ها یا تلفن‌های همراه یا حتی مکبوک ها و مک پرو ها. همینطوری که بریم جلو می‌بینیم که خانواده‌های بزرگ تکنولوژی از این قضیه دارن استفاده می‌کنن. در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کرده بودم که تویوتا و مایکروسافت دارن روی زمینه‌های خودروهای هوشمند فعالیت می‌کنن و اون زمان توی اون خبر خدمتتون گفته بودم که تویوتا می‌خواد خودروهای خودش رو هوشمند بکنه تا به صورت شخصی و انفرادی به کمک ما بیان. اما الان خودروهای هوشمند تویوتا قراره پاشون رو از این مسئله فراتر بذارن و به کمک مایکروسافت ما اگر یک ماشینی از تویوتا رو خریداری بکنیم وارد خانواده عظیم تویوتا میشیم، به این صورت که ماشین‌های هوشمند این کمپانی با همدیگه در ارتباط هستند و یک شبکه بزرگ از خانواده تویوتا رو تشکیل میدن، به این صورت که اطلاعات آب و هوایی از مناطق مختلف دنیا بین خودروهای تویوتا منتشر میشه و اونها میتونن با همین رو به اشتراک بگذارن. وضعیت ترافیک، وضعیت فروشگاه‌ها و هر آنچه که چند راننده نیازی که از اون با خبر باشن بین تمامی خودروهای هوشمند تویوتا پخش میشه. اینطوریه که اگر شاید زمانی پدر خانواده خودروی تویوتا رو خریداری بکنه، بقیه اعضای خانواده هم ترغیب بشن که به عنوان یک کمپانی بزرگ به این شرکت اعتماد کنن. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. وقتتون رو بگیریم. خواهش میکنم قربان شما. آقای کریمی، خودتون رو برای بیننده‌های ما معرفی کنید و بگید چه جوری وارد این عرصه شدید. یه ذره راجع به شغلتون توضیح بدید. به نام خدا، احسان کریمی هستم. بله. چیزی حدود 18 ساله که تو این شغل فعالیت دارم. جناب کریمی، میشه راجع به شغلتون بیشتر توضیح بدین؟ چه کاری انجام میدین؟ حدوداً 15-16 تا محصول من تعمیر میکنم. اهم از لباسی تمام اتوماتیک هستش، آب سردکن هست، بیوفامیلی،
سردخونه، یخچال تجاری صنعتی، یخچال خانگی، پکیج، یخساز، نوشابه ساز و غیره. میشه بفرمایید چه جور و از کجا وارد این حرفه شدیم؟ بله. مشوق اصلی من پدرم بود. بله، خیلی دوست داشت. در رده اول که به ما خیلی فشار میاد که دق تحصیل داشته باشیم، بله. درس بخونیم. من تا دیپلم درس خوندم، دیگه تحقیق تحصیل که کردم، شغل فنی از اولم ایشون خیلی دوست داشت که ما یه کار فنی یاد بگیریم. با تشویق ایشون رفتم پلوی عموی خودم، شش سال شاگردی کردم اونجا. بعد از اون دیگه 12 سالم که دیگه خودم استادکار بودم و مشغول به کار بودم. آقای کریمی، از سختی و زیبایی کارتون بگی. کار تعمیرات خب خدایی سخته. کلا کار سخته. کار کلا سخته، تعمیراتم حوصله زیادی میخواد. خیلی باید آدم صبر داشته باشه. مخصوصا با این دستگاه جدید که دیجیتال شده. بله. دیگه همه سنسور و یعنی ریزکاری زیاد داره. ممکنه مثلا با یه اشتباه کوچیک یه قطعه رو نابود کنی یا بسوزونی. اینه که دقت باید بالا باشه. بعد شغل ما استعداد میخواد. استعداد میخواد که به اصطلاح دووم بیاری تو این کار. چه خاطره خوبی دارید یا خاطره بد؟ فرق نداره. یکی از خاطرات حالا هم خنددار و هم به قول معروف یه جوری ناگوار برای من پیش اومد. من داخل یکی از مغازه ها بودم، یخچال صنعتی تعمیر میکردم. خبر نداشتم این فیلتر صنعتی، عرض کنم خدمتون که چینی بود، جنسش درسته. خوب نبود. این گاز چوک کرده بود، فشار گاز خیلی بالاست، فشار گاز صنعتی بالا انداخته بود پشت اون. من رفتم کارم هم انجام داده بودم، رفتم برگشتم که کارم چک کنم، تست بشم اینم گاز تکمیلی یا نه، دیدم گاز چوک کرده. اومدم به خودم به جنبم، فیلتر ترکید، فیلتر فشار گاز دست من از اونجا پاره کرد تا اینجا. این حالا ناگوارش بود. خنده دارش این بود که یکی از شاگردای من خیلی شکمو بود. درسته. آن دو تا شاگرد داشتم، یکی از شاگردام جلز و بلز میشد، پد میشد بالا که آقای کریمی چی شد، آقای بیمارستان، آقای نمیدونم فلان حرفا. این ساندویچ گرفته دستش ظاهرم بود. بعد همشون بی خیال میگه آقای کریمی من برم نهار میخورم. وای که دستتون چی شده بود. شغل تعمیرات دیجوری که احتیاج جامعه هست. بله، احتیاج جامعه هست. شغل خوبی هم هست. خود خدایش ما یه موقع میریم تعمیرات این برابر انجام میدیم، این تعمیرات زیاد داریم، احساس میکنم یادو خیلی لنگ بوده. واقعا هی دعای خیر میکنه و نمیدونم، مخصوصا تو فصل تابستون که کوله گازی هست و اینا. آی کریمی، رمز موفقیتتون تو کار چی بوده؟ چه کار میکردی؟ من یه کلام میتونم فقط بگم، پشت کار و پشت کار. آی کریمی، حالا یه نصیحتی، حرف آخری برای کسایی که علاقه دارن، دوست دارن بیان تو این رشته، تو این شغل، بفرمایید بیننده هامون بگید. از فرقاتون که میخوان بیان داخل این شغل، شغل خوبی هستش، چون فنی هستش، همیشگی هستش، مایحتاج مردم هستش، ولی خب باید پشت کار داشته باشن دیگه، چون شغل سختی هستش. استعداد شرط اوله، نظم و انضباط شرط دوم، و استعداد عرض کنم خدمتتون که ایستادگی داشته باشن داخل این شغل. آقای کریمی، با اجازه، خیلی ممنون می‌کنم گرامی. با اجازه، قربان شما. با اعتماد دیگه در خدمتتونیم، با ما همراه باشید. یکم که دقت بکنی می
باشی تو بی غم بیا. اون چه برات یه روح ما نیازه، تو دنیا تو آخرت نمازه. مثل یه چشمه لبهایت را برای سکوت بکشا، نگاهت را سمت سکوت سوق بده، بگذار گوشهایت صدای سکوت را بشنوند، بوی سکوت را حس کن و با تمام وجودت آن را درک کن. بیایید دریای زیبای حقیقت را درون خودمون پنهان کنیم و زلال اون را در پیاله های کوچیک کلام گلالود نکنیم، که آرامش روح و جان وابسته به سکوتی موزون است. زبانت ز عقلت حکایت کند، بیانت ز فضلت روایت کند. تو را نیست گر عقل و فضل و ادب، ز گفتار بیهوده بربند لب. و اما دعای همیشگی ما، اللهم اجل ولیک الفرج. حق یارتان. یا حق.